حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. به فضل خدا محضر شما بینندگان عزیز، بینندگان و شنوندگان شبکه سه سیما، امسال توفیق داشتیم ادامه تفسیر سوره انبیا رو مطرح کنیم از حرم کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها، و متاسفانه به خاطر شرایطی که پیش آمده بدون مخاطب. امیدواریم که موانع رفع بشه، مجدد همه شما رو توی حرم زیارت کنیم، ولی من نایب الزیاره همه شما بینندگان هستم و از جانب شما به عمه سادات، به کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها عرض سلام میکنم. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، یا فاطمه تو اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. ان شاء الله این زیارت به نیابت از همه شما بینندگان عزیز باشه و در ثوابش دخیل باشید. اما بحثی رو که داشتیم در رابطه با داستان حضرت ابراهیم بود. قرآن کریم در آیه 72 سوره انبیا فرمود ما به ابراهیم پسر و نوه‌ای دادیم و وهبنا له اسحاق و یعقوب. البته حضرت ابراهیم قبلش اسماعیل رو داشت، اسحاق رو خداوند بعداً به او داد. اسماعیل جد پیامبر ماست و اسحاق جد انبیاء بنی اسرائیل و یهود. خب در آیه 73 می‌فرماید این سه تا شخصیت، یعنی حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق و حضرت یعقوب که هر سه‌شون پیامبر بودند، علاوه بر پیامبری ما اونها رو امام هم قرار دادیم. امامت از نبوت جداست. پیغمبر خدا هم نبی بود هم امام. پیامبر کسیه که بهش وحی میشه و رسول کسیه که موظف به مردم این وحی رو برسانه. وقتی خدا کسی رو بهش وحی میکنه این میشه نبی، یعنی دریافت کننده نبأ، خبر و وحی. پیغمبر از غار حرا که اومدن پایین نبی بودند، یا ایها النبی. بعد که شروع میکنن این وحی به مردم برسونن میشن رسول. ما تو قرآن داریم بعضی جاها هم نبی اومده هم رسول. رسول بعد از نبیه. نبی کسیه که نبأ و وحی رو دریافت میکنه، رسول کسیه که این وحی رو به مردم میرسونه، رسالت داره. خب علاوه بر این دو مقام یه مقام سومی هم داریم به نام مقام امامت، که به حضرت ابراهیم در جای دیگه میفرماید انی جائلو کل الناس اماما. امام کسیه که مأمور اجرای این اموره، تلاش میکنه پیاده کنه، ولذا نبی و رسول خودش میره سراغ مردم، اما امام مردم باید بیان سراغش، دورشو بگیرن
بتواند اینا رو پیاده کنه. حالا امیرالمومنین علیه السلام امامه، اما لا نبی من بعدی، دیگه نبی نیست، اما پیامبر هم نبیه هم امام، و مقام امامت هم طبق آیات قرآن بعد از نبوت و رسالت. در آیه 73 می‌فرماید این سه تا پیغمبر 4 تا ویژگی داشتن. عزیزان بیننده این ویژگی ها رو دقت بفرمایید که حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق پسرش و حضرت یعقوب نوش چه ویژگی هایی داشتن. در زیارت جامعه کبیره این ویژگی ها برای ائمه ما هم ذکر شده، اونا هم امامن، اما اینجا قرآن راجع به این سه پیغمبر می‌فرماید 1 و جعلناهم ائمتن، ائمه جمع امامه، ما این پیامبران امام قرار دادیم که 4 تا کار براشون در نظر گرفتیم. یهدون به امرنا، اولیش این است که اینا مردم رو به امر ما هدایت میکنند. فرق امام باطل با امام حق اینه، امام باطل مردم رو به خودش دعوت میکنه، به اهداف خودش دعوت میکنه، مثل فرعون، مثل نمرود، اما امام حق یهدون به امرنا، مردم رو به امر خدا دعوت میکنه، نه به امر ناس، به امر مردم. ولذا در روایت داریم ائمه یقدمون امر الله قبل امرهم، همواره فرمان خدا رو بر فرمان همه مقدم میکرد. این نکته بسیار دقیقی است که ما دقت کنیم انبیا ائمه رسالتشون اینه، یهدون به امرنا، مردم رو به سمت خدا و فرمان خدا هدایت کنند، نه خودشون. هیچ پیغمبری به خودش دعوت نمیکنه. دومین ویژگی این پیامبران این استش که اوحینا الیهم فعل الخیرات. چقدر جالبه، ما در درون اینها کار خیر رو قرار دادیم، الهام کردیم، وحی کردیم، اینا معصومن. هر کاری که نبی میکنه یا امام میکنه معصوم انجام میده، خیره. تو زیارت جامعه کبیرم میگیم ان ذکر الخیر، هر کجا صحبت از خیر هست شما ائمه اول و آخر و آغاز و پایانش هستید. انبیا اوحینا الیهم فعل الخیرات، اون چه که پیغمبر ما میگه، انبیا میگن، خیره، نیکه، ما اینو بهشون در درونشون قرار دادیم. اوحینا. سومین ویژگی انبیا این هستش که و ائمه، این ائمه‌ای که اینجا گفتیم، اقام الصلاه و ایتاء الزکا، اینا اومدن برای اینکه مردم نماز بخونن و زکات بدن. پس و جعلناهم ائمه، حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق و حضرت یعقوب امامند، اینها ائمه ای هستند که کارشون چیه؟ مردم رو به سوی امر خدا دعوت میکنن، هدایت میکنن، خیرات در درونشونه، برای اقامه نماز و زکات اومدن، و از همه مهمتر چهارم و کانو لنا عابدین، اینا بنده ما هستن. عابدین اسم فاعل هم هست، در جای دیگه هم داریم در سوره انبیاء آیه 90 که اونجا هم راجع به حضرت زکریا و حضرت یحیی اومده. اینا مهمه که پیامبران و ائمه اول خودشون عابدن، بعد مردم رو به عبادت دعوت میکنند، و الا رتب خورده که نمیتونه منع رتب کنه. امام معصوم، انبیا خودشون مظهر عبادتن، مظهر صداقتن. وقت جالب استش که بعضی از مردم میخوان بدون عبادت، بدون تلاش، فقط با صرف اینکه ائمه رو دوست دارن بهشت برن. این خیلی نکته دقیقی است. امام صادق فرمودن ما ولایتمون به امیرالمومنین از ولادتمون مهمتره، نه چون من پسر امیرالمومنینم بهشت میرم، اونم خیلی امتیازه البته، نه چون ولایت امیرالمومنین دارم، چون اهل عملم. و لذا فرمودن به ولایت ما نمیرسه کسی مگر با اطاعت.
فرمودن والله ما به هر کجا رسیدیم با بندگی خدا رسیدیم. امیر المومنین که گاهی شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوانه، امام حسینی که گاهی 1000 رکعت نماز میخوانه، امام سجادی که از شدت عبادت زانو و پیشانی او پینه بسته، کانو لنا عابدین، خود حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراهیم چقدر عبادت میکرد. انبیای الهی روزه زیاد، بعضی از انبیا مثل حضرت داوود یک روز روزه میگرفتن، یک روز افطار، یعنی در سال مثلا قریب 180 روز بیشتر روزه بودن. نماز، روزه، انفاق، اینا همه این آیه داره اینو میگه، مرکز کار خیر بودن، مرکز عبادت بودن، مرکز نماز بودن. اون وقت ما بیایم بگیم که نه حالا دیگه نمیخواد ما نماز بخوانیم، نمیخواد روزه بگیریم، همین توسل و محبت اهل بیت برای بهشت رفتن کافیه. اشتباه نشه، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، محبت خدا، محبت ائمه، محبت پیامبر باید ما رو به سوی عمل بکشه. در روایت داریم دروغ میگه اون کسی که میگه من شما ائمه رو دوست دارم اما گناه میکنه، خدا رو دوست دارم ولی معصیت میکنه. پس تا اینجا این چهار ویژگی رو برای این سه پیامبر بیان کردیم. اما آیه بعد که آیه 74 سوره انبیاس راجع به حضرت لوط. عزیزان من، داستان حضرت لوط در 14 سوره از سوره های قرآن آمده. من اصرار دارم امروز بعضی نکات راجع به این پیغمبر بگم چون کاربردی. ایشون برادرزاده یا پسرخاله حضرت ابراهیمه، هر دوشو گفتن، هم گفتن پسرخاله هم گفتن برادرزاده، مهمم نیست، بالاخره از بستگان حضرت ابراهیمه که در همون نوجوانی به ایشون ایمان آورد. میدونید ما دو جور پیغمبر داریم، پیامبران جهانی فراگیر مثل حضرت عیسی علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، گاهی هم یه پیامبرانی داریم منطقه‌ای، یعنی حضرت ابراهیم خودش هست اما حضرت لوط رو میفرسته شما برو فلان منطقه اونا رو هدایت کن. یعنی اون در واقع پیغمبر مال اون منطقه است که اون منطقه رو هدایت کنه. یا حضرت یعقوب علیه السلام در یه منطقه مردم رو هدایت میکنه. حضرت لوط علیه السلام آمدن در منطقه و مبعوث شدن در منطقه که متاسفانه مردم اون منطقه افعال بسیار زشت و ناپسندی انجام میدادن. من بعضی از اینها رو از آیات یادداشت کردم خدمت شما عرض میکنم. سقوط اخلاقی شدید داشتند، سقوط شهوانی داشتند. عزیزان من، بینندگان عزیز، امروز فضای مجازی، اینترنت، سایت ها، ماهواره ها دارن به سمت همون فرهنگ زمان حضرت لوط میرن و میرن که نه، رفتن دست گذاشتن روی شهوت جوانها، روی ترویج ابتذال، روی گسترش روابط حرام. این به مراتب تأثیرش از جنگ نظامی بیشتر. شما اگر تونستید جوانانی رو آلوده کنید به فساد، ازدواج پایین میاد، اولادداری پایین میاد، تشکیل خانواده به هم میریزه، اونایی که خانواده دارن خانواده هاشون متزلزل میشه و از همه مهمتر این جوان دیگه مبارز نیست. این جوانی که به شهوت رانی و به حرام و به فیلم‌های مبتذل و به قمار و شراب و اینا آلوده میشه، یه شما نمیتونی این رو ازش یه جوان مثل شهید زین الدین بسازی، مثل شهید همت بسازی. خیلی دقت کنید و توجه کنید عزیزان من این بحث رو، که قرآن کریم در طی آیاتی به معرفی این اخلاق قوم حضرت لوط پرداخته. می‌فرماید
یک، اولا اینا بیمنطق بودن. اگر یک مهمانی برای حضرت لوط می آمد، آدم های پاکی می آمدن، می گفتن اخرجوهم من قریتکم، اینا رو بیرون کنید از شهر. همین حرفی که امروز مروجین فرهنگ غرب می زنن، جناب زکی زاکی باید بره بیرون، بره زندان، جناب نمر باید شهید بشه، آدم های مؤمن باید تو زندان باشن. اخرجوهم من قریتکم، بله اونایی بیان که در فضاهای مجازی با موسیقی های مبتذل، با حرف های زشت و زننده نوجوان ها رو تحریک میکنن، جوان ها رو تحریک میکنن. خانواده های محترم، دختران و پسران، جوانان، از خیلی حواستون جمع باشه. اینها والله به فکر شما نیستن، به فکر تفریح شما هم نیستن. اینا یک مش آدم های شهوتران، آدم های در واقع غرق در فسادن، میخوان دیگران رو هم به فساد بکشن. اینا میگن خوبا رو بیرون کنید، ولذا هر روز یکی دوتاشون سر از اون طرف آب در میارن و با شعرهای فاسد، با کنسرتهای فاسد، با کلمات زشت ناپسند، حرکات ناپسند. بابا ما معتقد هستیم به روابط صحیح تو جامعه، هر چیزی یه راهی داره. اگر کسی شهوتی تو زندگیش هست، قرآن براش راه گذاشته، روایات راه گذاشته، ازدواج میکنه، همسر انتخاب میکنه. اما اینی که همینطور گلوار به زندگی حیوانی افراد به اصطلاح دچار روابط نادرست باشن، این که صحیح نیست. یکی از ویژگی های قوم لوط بود. دوم، ان اهلها کانوا ظالمین، ستمگر بودن، زور میگفتن. هر جامعه این ویژگی ها رو داشته باشه، این جامعه قوم لوطه، یعنی شبیه اون جامعه است، شباهت به اون داره. سه، انتم قوم مسرفون، اهل اسراف بودند. حالا این اسراف چه اسراف اقتصادی باشه، چه جنسی باشه. چهارم، کانوا یعملون از سیئات، بی حیا بودن، تو جمع جلوی دیگران مرتکب کارهای زشت و ناپسند می شدن. مرحوم آتشخ عباس قمی در سفینت البحار نوشته است کانت مجالسهم تشتمل علی انواع المناکیر، مجالس اینا یه باشگاه هایی داشتن، بهشون می گفتن نادی. تو باشگاه هاشون مردا جمع می شدن و الشتم، فحشای زشت می دادن. همینی که الان شما تو فضاهای مجازی می بینید، فلان آقا در فلان کشور میاد فحش میده توی جلساتش، فحش میده توی برنامه هاش، فحش. از سخف، کارهای سخیف و پست، القمار، اینا توی باشگاه هاشون صورت میگرفت. الله اکبر، که قرآن داره یک جامعه چند هزار سال پیش رو توصیف میکنه، روایت داره توصیف میکنه، ولی گویا امروز این جامعه برگشته. باشگاه های قوم لوط توش چه میگذشت؟ قمار، فوش، کشف الاورات، اوریان شدن، لخت شدن. کاری که الان توی دنیا، توی بعضی از این مراکز فساد، توی فضاهای مجازی هی دارن به این سمت پیش میرن، کشف الاورات و ضرب المعازف، زدن موسیقی های مبتذل حرام. ببینید خدای تبارک و تعالی، برادران عزیز، خواهران گرامی، بینندگان عزیز، اون چرا که حرام کرده روی مصلحته و اون چرا که حلال کرده روی مصلحت. خدا رحمت کنه شهید مطهری، در کتاب عدل الهی می‌فرماید ممکنه ما از حکمت تفاوت‌ها سر در نیاریم، از حکمت احکام سر در نیاریم، اما اینو می‌دانیم که اگر یه پزشکی به بیماری گفت بخور، به بیماری گفت نخور، به بیماری گفت مرخصی، به بیماری گفت باید جراحی بشی، چون طبیبه ما تندر میدیم به حرفش، میدونیم حرفش درسته. خدای تبارک و تعالی طبیب نفوسه، علیم، حکیم، مهربانه. عزیزان من، اگر گفته شراب حرامه، زنا حرامه، قمار حرامه،
ابتذال حرامه، عریان شدن و کارهای زشت حرامه، اینا رو حکمته، اینا افسردگی میاره، اینا زندگی‌ها رو متزلزل میکنه، والله اینا تفریح نیست. ببینید چقدر قرآن زیبا میفرماید، میفرماید تعتون فی نادیکم المنکر. این قوم لوط کسانی بودند که توی نادی، نادی یعنی باشگاه، تو باشگاهاشون منکر انجام میدادن، مردها عریان میشدن، کف، سود، قمار، سنگ به طرف هم میزدن و مسائلی که حالا دیگه این ماه رمضان و این منبر منزه من بگم اعمال قوم لوط رو. و در یک کلمه تقطعون السبیل، مسیر حق رو بسته بودن و دچار فساد. که اینجاست که قرآن کریم خطاب به پیامبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، می‌فرماید که وجود مقدس پیغمبر گرامیش، می‌فرماید اینها یعنی قوم لوط عذاب برشون اومد، جعلنا عالیه ها سافله ها، زیر و رو شدن، عالیه ها سافله ها باشه. شما الان ببینید یک ویروس سبک دنیا رو کرده زیر و رو، عالیه ها سافله ها، همه ماندن، همه ماندن. این ماه رمضان مراکز مذهبی بسته، غیر مذهبی بسته، دنیا گیر افتاده، عالیه ها سافله ها میشه. و امطرنا علیها حجاره من سجیل، خداوند باران سنگ فرستاد بر قوم لوط و بالاخره این قوم نابود شدند. خب همینجا من آیه رو بخونم برای شما، یه جنبندی بکنم. سوره انبیاء آیه 74، و لوطن آتیناه حکمن و علما و نجیناه من القریه التي كانت تعمل الخبائث. قوم لوط، ما به حضرت لوط حکم دادیم، علم دادیم و اینها رو نجات دادیم. قوم خود لوط نجیناه، از کجا نجاتش دادیم؟ از قریه‌ای که كانت تعمل الخبائث، کارهای پست و خبیث انجام میدادن. انهم کانوا قوم سوء فاسقین، اینا قوم سو بودن، قوم بد بودن، فاسق بودن. و ادخلناه فی رحمتنا انه من الصالحین، ما حضرت لوط رو در رحمت خودمون قرار دادیم که او از صالحین بود. خب این دعایه راجع به حضرت لوط تمام شد. نتیجه ای که میخوام بگیرم این است که اگر جامعه دوچاره دو تا عیب شد سقوط میکنه. من آیهشو براتون میخوانم، سوره مریم آیه 59، چقدر زیباست. میفرماید فخلف من بعدهم خلفون، در آینده انسانهایی میان، افرادی میان، اضاء الصلاة و تبع الشهوات فسوف یلقون قیا. دو چیز جوانان عزیز، برادران و خواهران، عنایت کنید، دو چیز سقوط جامعه رو در پی داره. یکی ضایع کردن نماز. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، می‌فرماید این ضایع کردن نماز غیر از نخواندنه، نمیگه ترک نماز، می‌خوانند آخر وقت بی توجه ضایع می‌کنند. میدونید نماز بعضی‌ها رو نفرین میکنه، وقتی سلام میدن میگه خدا ضایعت کنه، منو ضایع کردی، ضیعک الله. این یک عیبی که جامعه سقوط میکنه، نماز ضایع بشه. عزیزان من، میدونید خود نماز جلوی فحشا رو میگیره، جلو منکر رو میگیره، جلو کار خلاف رو میگیره. و دوم و تبع الشهوات، تبعیت از شهوت، تبعیت از شهوت. خیلی مواظب باشیم، در روایت داریم لا تسکن الحکمه قلبا مع الشهوه، قلبی که تو شهوت باشه، میل جنسی حرام باشه، حکمت تو اون قلب قرار نمیگیره. در روایت داریم طاعت و شهوه تفسد و دین، اگر کسی شهوتران شد دینش فاسد میشه. و تفسد العقل، اصلا من با
دینم کار ندارم. آدمای شهوتران عقل و خردشون هم از بین میره. طاعت و شهوه تفسد العقل. خیلی توجه به این نکته داشته باشیم. وقتی حضرت موسی علیه السلام اومد به مدین، خب دختران شعیب رو ملاقات کرد، با یکیشون هم ازدواج کرد، ولی قرآن رو ببینید میفرماید دختر شعیب وقتی آمد پیش حضرت موسی تمشی علی استحیا، با حیا را میرفت. ما الان قبل از ازدواج گاهی روابط نادرست بدون قوانین، گاهی ارتباطهای حرام، اینا جایز نیست. حیا بینمون باشه. اگر حیا بین دختران و پسران تو جامعه شکسته شد، دینم از بین میره. لا دین لمن لا حیا له. والله ما این حرفا رو برای نفع خودمون نمیزنیم. جوانان عزیز، عنایت داشته باشید، دقت داشته باشید. شهوترانی اولش خوشه، آخرش بیچارگی است. این حدیث اول الشهوات طرب و آخرها عتب. شما این روزنامه ها رو ببینید، اخبار رو ببینید، زندان ها رو ببینید، چقدر افراد در طول تاریخ و همین امروز به خاطر روابط نادرست، به خاطر ارتباطات نادرست، به خاطر خیانت های خانوادگی پشیمانی های عمیق پیدا کردن. شوخی نداره، بر سیسای عابد بعد از 70 سال عبادت یک شهوترانی او رو کافر کرد. سوره 8 آیه 16 که مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان به او گفت کافر شو و کافر از دنیا رفت. خب به همین میزان اکتفا میکنیم. روز چهارشنبه است، متعلق است به آقامون موسی بن جعفر علیه السلام. اینجا هم حرم دختر موسی بن جعفر کریمه اهل بیت علیها السلام است. لذا من عزیزانم رو دلهاشون رو روانه میکنم مسجع شریف امام کاظم در کاظمین، پدر حضرت معصومه سلام الله علیها، بانوی بزرگوار. ما که از کنار حرم شما نایب الزیاره همه بینندگان هستیم، امروز میخوایم بریم در خانه پدرت. باب الحوائج، خیلی به ما التماس دعا میگن، بیمار دارن، گرفتارن، عده‌ای در اثر این کرونا حالشون بده، در آی سی یو هستند. این بیماری روابط رو یه مقداری به هم ریخته، مقدار زیادی خانواده ها نگرانند. عده این روزها دچار بحران های مالی شدند. از همه مهمتر در رأس حاجات ما اون ارتقاء معنوی ظهور آقامون امام زمان. امروز به پدر شما متوسل میشیم. السلام علیک یا ابل حسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. چهار نفر غریبانه یه بدنی رو از میان زندان بیرون آورده. فاطمه یه معصومه نبودی، مدینه بودی، در سن 10 سالگی بود ایشون، دخترکی نوجوان در سن 10 سالگی نبودی ببینید چگونه بدن پدرت رو وقتی رو زمین گذاشتن هنوز کند و زنجیر بر بدن پدرت بود. این زنجیرها پا رو آسیب داده بود. در زیارتنامه میخونیم آقایی که ساق پاید ز ساق المرزوز در اثر زنجیر کوبیده شده بود، گردن زخم شده بود، بدن نحیف بود. 4 نفر غریبانه بدنی رو آوردن، مدتی بر جسر بغداد قرار دادن و بعد به خاک سپردن. خیلی سخت بود. فاطمه معصوم، شما هم نبودی ببینی، اما اگر می آمدی بغداد، می رفتی کنار پدرت، با اینکه زندان بود، شکنجه شده بود، زنجیر بدنشو آزار داده بود، اما پدرت رو می شناختی، چون سر در بدن داشت، چون لباس به تن داشت، چون کفن شد. اما یه دختری کربلا هر چه نگاه کرد بدن رو نشناخت، چون نه سر در بدن بود، نه لباس به تن بود. لذا با تعجب صدا زد امتی هازا نعش من، لا حول ولا قوه
الا بالله العلی العظیم. بسمک الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. به باب الحوائج موسی بن جعفر در ظهور آقامون تعجیل بفرما. بیمارانمون به ویژه بیماران بدحال، جانبازان، لباس عافیت بپوشان. کشورمون، رهبر محبوب و مقتدرمون سلامت و عزت عنایت بفرما. ازدواج و اعتقادات جوانهامون رو حفظ کن. زمینه ازدواجشون، کارشون، شغلشون فراهم بفرما. به مقربان درگاهت اموات، گذشتگان، مدفونه در این حرم، شهدا، شهدای سلامت، امام عزیز، روحشون از این جلسه شاد بگردان. شر دشمنان به خودشون برگردان. این بیماری و ویروس رو از دنیا، از جهان ریشه‌کن بگردان. به مقربان درگاهت عاقبتمون رو ختم به خیر بنما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.